توی تمام زبان ها نقل قول کردن ما داریم توی زبان انگلیسی هم داریم ولی یه کوچولو چالش برانگیزه خیلی مخلصیم و خیلی خوش اومدید به یک جلسه دیگه از آموزش زبان انگلیسی مثل همیشه من حامد ابو طالبی و توی این جلسه قرار بریم با همدیگه دیگه راجع به تل و سی صحبت کنیم توی زبان انگلیسی وقتی ما بخوایم بگیم که گفت گفتیم گفتند ما میایم از این دوتا استفاده میکنیم بیشتر بچه ها نمیدونن فرق بین این دوتا توی چیه و کدوم کجا استفاده کنن بچه ها ما موقعی از تل استفاده میکنیم وقتی بخوایم چیزی رو به کسی بگیم یعنی یه مفعول داریم یعنی خطاب کنیم به یه نفر ولی موقعی از سی استفاده میکنیم وقتی میخوایم چیزی رو بگیم به صورت کلی خب پس ببین معنیاشون یکیه به معنی گفتنه ولی تعریفشون توی جمله زمین تا آسمون فرق میکنه من تعریفش یه بار دیگه میگم Tell موقعی ازش استفاده میکنیم وقتی بخوایم چیزی رو به کسی بگیم یعنی مفعول داریم خطاب کنیم به یه نفر یا بگیم اون طرف یه چیزی رو گفت ولی موقعی از سی استفاده میکنیم یه چیزی رو بخوایم بگیم به صورت کلی مثال منو ببین میان میگم که احمد told me to come احمد told me to come این told گذشته کلمه تل میشه told احمد told me to come احمد به من گفت که بیام کی گفت؟ احمد میبینی؟ یه مفعول داریم دیگه. یه شخصی به من گفت که بیام احمد told me to come یا میام میگم که tell Sarah to stop going there tell Sarah to stop going there به سارا بگو که دیگه اونجا نره tell Sarah ببین اینجا مفعولم کیه دارم کی رو خطاب قرار میدم سارا یه شخص یه مفعول tell Sarah to stop going there به سارا بگو که دیگه اونجا نره خب یا یه مثال دیگه میام میگم که uh, i will tell i will tell you i will tell you بهت میگم i will tell you بهت میگم یا یه مثال دیگه uh, tell me what happened there Tell me what happened there. به هم بگو که اونجا چه اتفاقی افتاد. Tell me what happened there. به هم بگو که اونجا چه اتفاقی افتاد. الان مفعول کیه؟ منم. دارم میگم به هم بگو که اونجا چه اتفاقی افتاد. تعریف سهی چی بود؟ گفتم وقتی چیزی رو بخوایم بگیم. ولی مخاطب نداریم یعنی مفعول نداریم شخص خاصی رو نداریم به کسی نمیخوایم بگیم به کسی نمیخوایم بگیم میام میگم که مثلا یه غذا رو خوردم خیلی خوشمزه است بعد همسرم میگه گفتی خیلی خوشمزه است بعد میگم I said it's very delicious گفتم خیلی خوشمزه است I said it's very delicious گفتم خیلی خوشمزه است کس خاصی رو شخص خاصی رو مفعول خاصی رو مخاطب قرار دادم نه دارم راجع به غذا صحبت میکنم I said it's very delicious گفتم خیلی خوشمزه است یا مثلا میام میگم که I will say I passed the IELTS exam I will say باید بگم که میخوام بگم که I passed the IELTS exam امتحان IELTS هم قبول شدم پس کردم پاس کردم به اصطلاح خب میبینی I will say باید بگم که مخاطب خاصی رو قرار دادم نه به صورت کلی دارم میگم یا مثلا The old man said I'm very beautiful. The old man said, I'm very beautiful. اون پیره مرده گفتش که من خیلی زیبا هم. خیلی هنسام هم. The old man said, I'm very handsome. پیره مرده گفتش که من خیلی خوشگلم. هنسام هم. Beautiful هم. میبینی مخادب خاصی رو قرار نداد یا مثلا میام میگم که My mother said I cooked قرم سبزی My mother said I cooked سبزی مادرم گفتش که قرم سبزی پختم میبینی مخاطب خاصی رو قرار نداد فقط گفتش که خب امشبا قرم سبزی درست کردم مخاطب خاصی نداشتیم این بود فرق بین سی و تل گذشته کلمه تل میشه told گذشته کلمه سی میشه said خیلی حواستون به این نکته باشه چون بیشتر از گذشتهش استفاده میکنن تا حالش برای من حتما مثال بزن و کامنت کن اگه مثال درست باشه که مرسی اگه مثال درست نباشه میگم چرا درست نبود و درستش رو برات مینویسم و اگه ویدیو رو متوجه نشدی حتما حتما از اول نگاه کن لایک و کامنت و سابسکرایب و حالا اون زنگوله و دوست داشتی اگه دوست داشتی بزن اگه هم دوست نداشتی فقط این ویدیو رو یاد بگیر و اینکه مثال یادت نره همیشه میگم دیگه تو ویدیوام این مطالبی که من توی چنل یوتیوب میذارم و حتما حتما انتقالش بدین به دفتری دفترچه یه جا یادداشت کنید داشته باشید برای خودتون هی مرور کنید و توی مکالمات زبان انگلیسی ازش استفاده کنید ممنونم که تا اینجای ویدیو من همراهی کردید خیلی مخلصیم